بچه ها به کانال ATAT خوش اومدی. امروز یه ماشین خیلی خاص داریم اینجا که یه سوپر اسپورت مسابقه ای مکران الوا که 1063 تا اسب بخار داره و هفتنده است. یه ماشین فوق العاده است که یکی از معدود ماشینایی هم است که شیشه جلو نداره. بریم جلوتر اطلاعات بیشتر بهتون بدم. اولین نکته که این ماشین خیلی مهمه به چشم میاد اینه که اولین مدل مکلارن هستش که سقف نداره و مهمتر از اینه که مجوز تردد توی جاده هم داره که میشه گفت که از اولین و سبکترین ماشین هایی هم که از مکلارن تولید کرده. حالا میتونیم یه نمایی از اینجا هم داشته باشیم که بدون سقفش. این ماشین به منظور اینکه بخوام وزنش رو کم کنم، شاسی، درها، صندلیش، کل بدنش رو از کربن فایبر درست کردن که بخاطر اینکه کاهش وزن پیدا کنه. یکم از مکلارن هم که از نقطه قوتاش اینه که از کربن توی پروژه‌اش خیلی استفاده میکنه. میتونی نمای عقبش هم داشته باشیم با هم ببینیم. مکلارن الوا یه سیستمی داره که به دلیل جلویی که شیشه جلو که نداره و تو سرعت‌های بالا باد سرنشین‌ها اذیت میکنه و این اینجا یه قطعه داره که میاد بالا، یه سیستم کنترل هوا داره که باعث میشه هوا شکسته بشه و به سرنشین‌ها آسیب نرسونه یا اذیتشون نرسونه. خب در مورد اینتریورش هم که حالا یه پکیج خیلی پیچیده نداره، خیلی ساده است. اینجا یه سری هندل‌های دستگیرهایی داره که با آریدینامیک ماشین هم ست میکنه. یه دونه کامرا هم اینجا داره که به حال برای سیستم های اسیستنت شو برای هست. یه دونه پنل وسط داره که اینجا میتونین ببینید و همچنین قبلا گفتم بدنه خود صندلی هاش هم از کربن فایبر هستش که برای وزن پایین تر بیاد و اینجا هم که سیستم دره و اینجا هم قسمت های که برای قسمت لوفت و بادش هستش که یه سری دریچه های اینجا قرار دادن از کربن فایبر. همینطور که از عقب میبینید دو تا سیستم اگزوز داره که دوتاش اینجا هست و یه دونه هم از بالا که سعی میکنم که در ویدیوهای بعدی با جزئیات بهتون نشون بدم. اینجا قسمت هاشو میتونید شما ببینید که برای سیستم اگزوزش هست و همینطوری که قسمت های عقبش هم که مهمترین چیز قسمت کولینگش و اینا هست که توی این قسمت. این مدل بر پایه مکلارن 720S ساخته شده و از موتور مشابه استفاده شده ولی با قدرت بیشتر. من مدل 750S رو قبلا ریویو کردم و لینکش رو توی بالا پین میکنم که حتما برین ببینید. مکلارن اول تصمیم گرفت 400 دستگاه از این خودرو تولید کنه که در زمینه مارکتینگ دچار مشکل شد یا نتونست برای این تعداد مشتری پیدا کنه و بعد تصمیم گرفت به 250 عدد کاهش پیدا کنه که اما در انتها 150 دستگاه بیشتر از این مدل ساخته شده و در دنیا موجود هستش. یک نکته جالب دیگه در مورد این ماشین خیلی عجیب، دستگیرهای درش هستن که معمولا باید بیرون خودرو باشه ولی اینا چون که میخواستن علاوه آیرودینامیک و علاوه زیبایی دیزاینشون تغییر نکنه، یک دکمه در داخل در قرار دادن که توی ویدیو میتونید ببینید. اما دلیل ساخت این مدل که بدون سقف و شیشه جلو هستش
الهام از یک مدل قدیمی مکلارن که مدل ریسینگش بود و میخواستن مشتری یک جون تجربه ماشین‌های ریسینگ رو داشته باشه، اما به دلیل درخواست‌های خیلی زیاد حتی یک آپشن هم به این ماشین اضافه شده که میشه با شیشه جلو سفارش داد، ولی خب به هر حال هیچ زیبایی مکلارن الوا بدون سقف رو نداره. به خاطر اینکه این ماشین میخواست توی جاده رانندگی بشه و هر کشوری هم قانون مختص خودش رو داره و توی قانون آمریکا شما باید حتما این کاربندهای عادی که در ماشینا هست توی این مدل داشته باشه، که ولی در صورتی که این ماشین ماشین ریسینگ و نیاز به کاربندهای اسپورت داره، به همین دلیل توی این مدل شما هر دو نوع کاربند میبینین که کاملا خیلی عجیبه، یا معمولا باید یه کاربند عادی باشه یا کاربند اسپورت. یه نکته خیلی جالب دیگه که تمام خودرو باید کد مخصوص خودرو رو داشته باشن که معمولا توی قسمت پایین شیشه جلو میزنن، که همونطور میدونین این مدل شیشه جلویی نداره و این کد رو روی بدنه روی سپر بغل که توی عکس ویدیو داره میبینین اینجا قرار دادن. برای اینکه یه ماشین اجازه تردد توی جاده رو داشته باشه و مجوز تردد داشته باشه، حتما باید آینه عقب که راننده باید دید به عقب داشته باشه، که مکلارن هم توی این مدل یه دونه آینه عقب فیک گذاشته، عملا هیچگونه کاربردی نداره، ولی خب اینو گذاشتن که بتونن مجوز تردد بگیرن. به دلیل نداشتن یک کاپوت متحرک که شما به موتور دسترسی داشته باشین، عملا چنین چیزی وجود نداره. روی کاپوت فقط یک دونه درپوش هست که اونجا زمانی که کلیک کنین باز میشه و میتونین حالا آب، روغن و چیزهای دیگه که برای سیستم ماشین نیازه اونجا پر کنید. توی این مدل فقط یک قسمت و فضای خیلی کوچیک هست که شما میتونین وسایلاتون رو اونجا بذارین که توی پشت قسمت راننده هستش، ولی در اصل فقط کلاه ایمنی راننده میتونه اونجا قرار بگیره و فضای دیگه شما ندارین که اگه بخواین چمدون یا چیزای دیگه رو در اونجا قرار بدین. برای زدن سوخت معمولا یک دریچه باک هست که روی بدنه بیرون ماشین هست، اما توی این مدل شما باید قسمت کاپوت عقب رو بالا بزنید که اونجا در پوش مخزن برای سوخت هست، اونجا میتونید سوخت، روغن و آب و چیزهای دیگه که ماشین نیاز داره رو اونجا انجام بدین. توی این مدل شما ترکیب مهندسی و دیزاین رو با هم میبینید، که مهمترین نکته هم که توی خودرو سیستم کولینگ و خنک کننده موتور ماشین هست، که یک دریچه توی قسمت سپر بغل هست که تو قسمت بالاش توی ویدیو داریم میبینین که هوا از این داخل میره توی تونلی که داخل در هست و از اون طریق وارد عقب ماشین که قسمت موتور هست، که فوق‌العاده هم طراحی کاربردی هم زیبایی داره، هم کاربردی برای سیستم خنک‌کننده ماشین هست که فوق‌العاده زیبا و خاص است. تو طراحی دستگیرهای در داخل خودرو یه ترکیب فوق‌العاده زیبایی می‌بینین که هم دستگیره در هست هم ورودی هواکش هست، که این دوتا رو با هم ترکیب کردن و هواکش های این ماشین هم نسبت به ماشین عادی پایین تره، چون که به حال قسمت بالا سقف نداره و به حال شاید هوا گرم باشه سرد باشه و سعی میکنن هوا رو از قسمت پایین تر به مسافر و به راننده اعمال کنن که تاثیر بیشتری داشته باشه. در کنار پای راننده و مسافر یک مخزنی وجود داره که زمانی که اونو باز کنید داخلش یه جعبه‌ای هست که با آرم مکلارن هست، داخل اون یک عینکی هست، این عینک نه آفتابیه نه طبیه، فقط این زمانی که شما میخواین رانندگی کنین اینو میتونین استفاده کنین که به حال باد دیدتون رو اذیت نکنه، و این هم یکی از آپشن‌های خیلی خاصیه که این ماشین داره.